درود بر شما. 17 شهریور ماه 1402 خورشیدی و 8 سپتامبر 2023 میلادی به سالگشت کشته شدن ژینا یا مهسا امینی و شروع جنبش سراسری که به انقلاب مهسا معروف شد نزدیک میشیم. امشب در صفحه آخر میپردازیم به یکی از نتایج انقلاب مهسا، آشکار شدن بی سابقه افول روحانیت در ایران. پرده آخرم آخر برنامه. بر اساس اعلام بانک مرکزی، از تاریخ 25 مرداد تا 14 شهریور 1402 1,080,000 نفر ارز 40 دریافت کردند که با احتساب 65 میلیون ریال به هر نفر در مجموع حدود 7000 میلیارد تومان به این کارناوال مذهبی ارز داده شده، در حالی که کسری بودجه تأمین دارو برای کشور 36 هزار میلیارد تومان بوده و دولت از تأمین آن عاجز است. 36 هزار میلیارد تومان کمبود بودجه دارن برای تأمین دارو برای مردم، 7 هزار میلیارد تومان فقط ارز دادن به راهپیمایان 40 که برن کربلا. حالا افسون بر اختصاص ارز، ببینین بخش کوچکی از اختصاص بودجه به مراسم تبلیغاتی 40، بودجه‌ای که فقط یک استان ایلام از کم درآمدترین استان‌های ایران به 40 امسال اختصاص داد، برابر است با هزینه تأمین 7500 تخت بیمارستانی. بودجه‌ای که فقط یک وزارت خونه داده به راهپیمایی 40، برابر است با هزینه گازرسانی به استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان. هرمزگان طبق آمارای خودشون پردرآمدترین و در این حال فقیرترین استان کشور. خب این در کشوری است که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامیش در باره نرخ فقر، طی یک دهه 90 تا 1400 از 19% به بیش از 30% افزایش یافته است، که این عرض کردم اینا آمارهای رسمیه که اینا میدن، که همیشه میدونید که اگر واقعا آمار واقعی 50% از آنچه میگویند بالاتر نباشه، حداقل بی تردید در این جور آمارهایی که اینا میدن تردیدهای زیاد هست، همیشه کمتر میدن این آمارها رو، ولی خودشون با همه به اصطلاح در مضیقه ماندن برای اعلام آمارها میگن از 19% به بیش از 30% افزایش پیدا کرده نرخ فقر طی دهه 90 تا 1400. و تازه این پژوهش و این آمار وضع مردم از وقتی که رئیسی شده رئیس جمهور آقا به حساب نیورده. خب این حکومت ابدا تعجب آور نیست که دست کم از سال 88 بسیاری از طرفداراش را از دست داده و هرچه میگذره سرعت ریزش از بدنش بیشتر میشه. بدیهی است شکاف مدام گسترش یابنده بین نیازهای اکثریت جامعه و حکومت، ریزش مدام بیشتر شونده از بدنه حکومت رو به طور طبیعی دنبال داره، چون بدنه حکومت یعنی بخشی از مردم، چه در نیروهای مسلح باشن چه در دستگاه‌های تبلیغاتی مثل صدا و سیما و حوزه‌های علمیه و منبرها باشن. امام پرانی که در جنبش انقلابی 1401 رایج شد، که به کرات فیلم‌های فراوانش و ویدیوهای فراوانش در همین برنامه و در صدای آمریکا و شبکه‌های دیگه دیدین، این امام پرانی در ادامه خودش به امام برداشتن‌های اختیاری رسید. یعنی جنبه فرهنگی انقلاب مهسا نه فقط در قیام علیه حکومت مذهبی خودش رو نشون داد، در قیام علیه نمادهای مذهب از جمله روحانیت هم خودش نشون میده. یکی از روحانیونی که از کسوت روحانیت به اصطلاح جدا شده آقای محمد خوشبیان است. محمد قفوریان خوشبیان، متولد 1361 خورشیدی در مشهد،
نوه دختری آیت الله سید ممرضا حسینی از استادان علی خامنه ای در حوزه علمیه. از 19 سالگی به حوزه علمیه قم میرود. آقای حالا مهمونمون که حالا میخوایم صحبت کنیم باشون و ایشون در زمره شاگردان آیت الله وحید خراسانی بوده اند. دست کم در 10 سال 89 تا 99 شاید بیش از 1000 واقعا منبر پر مخاطب در شهرهای مختلف از جمله در تهران و قم داشتند. حدود 3 سال هم کم و بیش به عنوان مهمان کارشناس در برنامه‌های شبکه تلویزیون امام حسین که متعلق است به طرفداران آیت الله شیرازی حضور داشتند. این نمونه‌هایی ببینیم، برای مثال از همین شرکت در برنامه‌های به عنوان کارشناس در شبکه تلویزیون امام حسین 18 مهر ماه 1400. خرسندی بیشتر این که در خدمت حضرت استاد هستیم، استاد بزرگوارمان آقای دکتر استاد خوشبیان عزیز. انشاءالله این فرصت را خداوند به ما داد که در خدمت ایشان باشیم و از فیوزات ایشان و از کلام‌های بسیار زیبایی که ایشان دارند و انشاءالله همگی ما بهره‌مند خواهیم شد. عرض سلام داریم خدمت استاد بزرگوار، استاد عزیزمان، استاد خوشبیان عزیز. خیلی خوش اومدید استاد. سلام علیکم و رحمت الله. این ایام را به شما تبریک عرض میکنم استاد. اسعد الله ایامکم سعیدا ان شاء الله. آمین آمین استاد. یک سال بعد از این که ویدیوشو دیدین، آقای خوشبیان از روحانیون مردد و بخش مذهبی جامعه با انتشار ویدیوی خواست که مخالفتشون رو با جمهوری اسلامی ابراز کنن. 29 آبان 1401. هرچی تاریخ جلوتر میره، صورت خونریز و صفاک رژیم منحوس اسلامی بیشتر نمایان میشه و هویدا میشه و اینها نه به کوچیک رحم میکنن، نه به بزرگ، نه به جوان، و برای اینکه یک روز بیشتر حکومت رو داشته باشن هر جنایتی رو انجام میدن که شاید یکی از کاراشون همین خون ریختن باشه. داریم میبینیم، مشاهده میکنیم در مترو، جایی که باید امان مردم باشه اونجا حمله میکنن، یا میبینیم کودک 10 ساله رو به شهادت میرسونن. پس اینها هیچ رحم و مروتی ندارن. عده‌ای سکوت کردن، در خونه هاشون موندن، میگن شاید بعضی از مذهبی ها باشن، میگن اگر ما بیایم و این رژیم عوض بشه احتمال داره دین ضربه بخوره. عزیز من، به شمایی که مذهبی هستید و اعتقاد داری به دین، اینو بدون اگر این رژیم باشه اسلام ضربه میخوره، اگر این رژیم باشه فرزندان شما در امان نیستن، خیالتون راحت باشه. پس وظیفه شما هم هست که کف خیابون بیای و همراهی این مردم مظلوم رو بکنی. خب همینجوری این تحول ادامه داره. این تیکه تیکه فیلم ها رو پخش میکنم تا برسیم به خودشون. امروز باری کمتر از 1 ماه بعد از این ویدیویی که دیدین، آقای خوشبایان گفت اصلا من به این دین حکومتی کافرم. 23 آذر 1401. 18 سال با تیکه بر فرامین الهی و آموزه های دینی تو راه تبلیغ قدم گذاشتم و لباس روحانیت پوشیدم. امروز با قاطعیت میگم، با صراحت میگم، دینی که روح الله خمینی درست کرد به نام ولایت مطلقه فقیه، که کسی اگر ولایت مطلقه رو قبول نداشته باشه مرتد، بحث اعدام میاد، خیلی چیزهایی که داره میگه، لات آلاتی که گفته. من به این دین کافرم و اینو بدونید، این دین رو از هر راه شیطانی پستر میدونم. با اقتدا به ارباب ما سید الشهدا علیه السلام که 72 تن بیشتر نداشتن، حداقل مقابل 30,000 نفر ایستادن، امروز لباس روحانیت رو از تن در میارن.
لباسی که نماد شده برای بعضی ها لباس دروغگویی، اختلاس، قتل و و و و سینم و سپر می کنم برای مردمم. خون من رنگین تر از خون خیلی از شهدایی که الان داره می ریزه همچون محسن شکاری نیست و یقینا می دونم برای من رژیم مشکلاتی رو فراهم می کنه، ولی اشکالی نداره، سینم و سپر می کنم برای مردم، مردم عزیزم، و عمامه ام رو تقدیم مردمم می کنم. خب در خدمت آقای محمد قفوریان خوش بیان هستیم. خوش آمدید آقای خوش بیان به امشب صفحه آخر. ببینید من در آغاز یه سوالی میخوام بکنم که معمولا پرسیده نمیشه این سوال، ولی اجازه بدیم بپرسم، چون هدف این است که گسست جامعه از روحانیت که نقطه بیان یا نقطه انفجارش در جنبش انقلابی زن زندگی آزادی بوده است تا اونجا که در توان این برنامه هست روشن بشه. در واقع سوالم این است که ببینید شما بیش از 10 سال منبر رفتین و از منبری های پر مخاطب بودین. من در این مدت اخیری که با شما آشنا شدم نشستم سخنرانیاتون و منبراتون رو تا اونا جایی که در فضای مجازی بود تا حدودی که فرصت کردم واقعا دیدم و دیدم بعضی جاها هزاران مخاطب داشتین شما پای منبراتون. خرج زندگیتون از همین منبرا در می اومد. برای هر منبر چقدر می گرفتین؟ قبل از شروع عرایزم سلامی عرض کنم خدمت شما بینندگان عزیز این برنامه، و من اگر اجازه بفرمایید اول یک بحثی رو ارائه بدم پیرامون مشکلات امروز جامعه و بعد به پاسخ سوال حضرت عالی می پردازم. نگاه کنید جناب آقای فلاحتی عزیز، کلیه فجایعی که ما امروزه در ایران عزیزمون میبینیم اینا زاییده تفکرات و افعال شخصی است به نام آقای روح الله خمینی. ایشون اومد نهاد حکومتی رو با نهاد مذهبی ادغام کرد و کاری که خلاف خیلی از علما بود و هست. من عرضم اینجاست، شما ببینید کلیسا، کنیسه، مسجد تو همین کشور غربی هم هست، ولی چه شد در ایران ما این گونه شد و این فجایع بار اومد؟ من باید بپردازم به مقدمتن بپردازم به این بحث که آقای خمینی کاری کرد از لحاظ دیدگاه عموم مردم کار فاجعه آمیز، البته الان مردم، نه جریان مال حتی 35 سال قبل، حتی تا 30 سال قبل اینگونه نبود. یعنی مردم فکر میکردم کار کارستون کرده. شما ببینید وقتی که ادغام کرد نهاد سیاست، نهاد حکومت رو با مذهب، نهاد مذهب، فجایعی رو که بار آورد مانند مثلا من مثال مصداق روزش رو بزنم، حجاب اجباری. خب این کار اگر اشخاص مذهبی باشن و حتما هم انسانیت داشته باشن باید از این فعل حکومت جمهوری اسلامی شرمنده باشن، و اونهایی هم که خب مذهبی نیستن یقینا بهشون دارن زور میگن. خب من اول اینو برای شما روشن کنم که نهاد کامل حکومت از نهاد مذهب جدا هست. خب بعد بپردازیم، یعنی باید باشه، یعنی بله یقینا باید باشه. بله عرض کنم کشورهای صاحب دموکراسی شما ببینید، نه منظورم اینه که این چیزی که الان داریم میبینیم نیست، آنچه شما میفرمایید این است که باید اینطوری باشه. خب بله یقینا، نه الان که خب دیگه این فجایع رو میبینم و بله. حالا وقتی که این تعارض پیدا کنه و یقینا اون کسانی هم که داعیه مذهبی رو دارن به اسم سیاست ولایت مطلقه فقیه، اونها به فکر
منافعشون هستن. چگونه؟ مثال من بگم بزنم محضرتون، اگه یک به گذشته برگردیم، مثلا یه شخصیتی مثل محسن ربانی، کسی که تو بحث یقیناً در اونجوری که در رسانه ها نقل کردن در بحث کشتار یهودیان آرژانتین و مقصر بود، یعنی یکی از پایه‌گذارانش بود، اونجوری که باز هم عرض میکنم رسانه ها میگن. محسن ربانی کسی بود که دادگاه آرژانتین علیهش در شمار کسانی که حکم صادر کرد علیهش حکم صادر کرد در پیوند با انفجار مرکز یهودیان آرژانتین در بوئنوس آیرس، و پلیس بین الملل هم حکم جلبش رو صادر کرده بود. حالا بفهمید. بله، عرضم اینجاست که شما ببینید وقتی که اون آقایی که به نام دادستان آرژانتین پیگیری کار رو میکنه، اونو به قتل میرسونن. دقیقاً حرفای ایشونو مصداق امروز رژیم جمهوری اسلامی ببینید. دقیقاً عرض میکنم هم خدمت شما هم بینندگان عزیز. به محسن ربانی میگن این جریان چی بود؟ دادستان مرد و پیگیر بود شما رو بگیره، شما رو محکوم کنه، رژیم جمهوری اسلامی رو محکوم کنه. گفت شاید خودکشی کرده باشه. خب حالا بپردازیم به این جواد روحی عزیزمون. میگن آقا خودش مریض شده. وقتی که این دو نهاد با هم دیگه ادغام بشه، کاسبان دین میان سوء استفاده میکنن و نه مذهب براشون مهمه نه مردم، فقط موندگاری رژیمشون ولو به یک روز بیشتر با هر مقدار خونریزی باشه. من اول عرض کردم مقدمتا اینو بگم. خواهش میکنم. بعد شما فرمودید که پیرامون پولی که من از منبر و سخنرانی میگرفتم، جناب فلاحتی عزیز توجه داشته باشیم ما دو دسته روحانی در ایران داریم. یه دسته روحانیت مردمی هستن، یعنی به شما عرض کنم که حیات مردمی دعوت میکنن که نه تو سازمان تبلیغات و نه تو دفتر تبلیغات، یعنی هیچ کون پرونده ندارن. خب یکیش من بودم که نه پرونده ای تو سازمان تبلیغات داشتم نه تو دفتر تبلیغات پرونده ای داشتم. مردم دعوتم میکردن، حیاتی که دعوت میکردن مردمی بود. و این نیست که بگیم هر شب ما منبر داشتیم در طول سال، سالیانه اگر اینجوری حساب کنیم چیزی که به دست من رسید یه خونه 100 و خورده متری 115 متری 15-16 متری با یه ماشین سمن، این از دارایی من بود که حالا به برکت رژیم جمهوری اسلامی اونها هم که مصادره شده جوری. بله. بازم من بخشی از سوال تکرار میکنم با سماجت. برای هر منبر چقدر میگرفتین؟ میخوام ببینم که برای یک ساعت سخنرانی یک روحانی روی منبر چقدر اون روحانی پول میگیره. میدونین حالا شخص شما نمونه از این که اطلاع دارین، حالا میخواین نگین، ولی این از این نظر مهمه جونم. نه مشکلی نداره، حتما عرض میکنم. من سال آخرین منبرهایی که ایران بودم، شبهای ماه مبارک رمضان در لیالی قدر استان خراسان رضوی سخنرانی می کردم. 3 شب قدر و 2 شب مابینش که می شد 5 شب. شاید بینندگان با تأمل اینو قبول کنن، ولی عرض می کنم من یه چیزی شاید حول و حوش این 5 شب رو حدود 3 میلیون تومن اون سال، نه الان که اون حدود 3 میلیون تومان اون سال. سال 89 منظورتونه؟ نه عرضم سال 97 و 8. 98 ببخشید 98. من عرض میکنم اون روحانیت حکومتی فرق میکنه. روحانیت حکومتی اصلا مثلا شما ببینید یه هیئتایی مثل سارالله، مثل رزمندگان، اینها کردیت میدن. یعنی چی؟ روحانیت سیاسی و طرفدار رژیم جمهوری اسلامی دست و پا میشکنه اون جوجه ها بره. حتی تو خود بیت علی خامنه ای دست و پا چون خیلی کم بدن، ولی از کردیتش استفاده میکنه، یعنی از امتیازاتش استفاده میکنه. روحانیت حکومتی از آقای خوشبیان، خمس شاید مهمترین درآمد روحانیون بوده.
از زمانی که باب شد در واقع خمس گرفتن که میگن از دوره آل بویه بوده دیگه. حالا به هر حال در روایت های مختلف و تواریخ هم که میدونیم که نوشتارهای مختلف داشته است. باری امروز با وجود اینکه حکومت اسلامی است، خب خمس رو به جای به اصطلاح در حکومت قاسب به جای اینکه مالیات بدن مالیات نمیدادن و این خمس رو میدادن به مرجع تقلید، حالا یا هر اسم روش میذاریم. حالا با وجود اینکه حکومت اسلامی است و قاعدتا باید دیگه این خمس داده شود به حکومت، یعنی مالیات باید داده بشه، چرا باز همچنان خمس رایجه؟ و البته این قسمتش با توجه به اطلاعاتی که شما دارین از داخل روحانیت حکومتی ارتباطایی به هر حال داشته اید خیلی برای مهم نیست که بخوایم به بحث تئوریکش بپردازیم. سوال این است که همچنان آیا خمس درآمد اصلی مراجع در ایران؟ جناب فلاحتی، خود حضرت عالی میدونین، بینندگان عزیز هم میدونن، بحث خمس یه بحث کاور و بحث شوخیه. یعنی چه؟ الله از چه لحاظ؟ خب رژیمی که دستش تو جیب مردم هست، رژیمی که بی حساب و کتاب نفت مردم رو داره به یغما میبره، این خمس کاوره. من الان چند تا مثال عینی برای شما بزنم. مثلا شما ببینین یک شخصی به نام کاظم صدیقی که توی طلبه ها تو قم ایشونو مسخره میکردن، میگفتن گریه کن رژیم. خب ایشون واقعا از طریق خمس داره امرار معاش میکنه؟ نه عزیز من، اگر از طریق خمس باشه حوزه خمینی رو که خودشون میگن امام خمینی رو با اون عظمت و با اون پولهای گزاف میلیاردی در ازگل برید ببینید، اونایی که ایران هستید ببینید، ایشون از پول خمس داره میسازه؟ یا از این که فیش حقوقیش سال 90 یا 91 یه چیزی بالای 80 میلیون تومان بوده. حالا خیلی جالبه، همین کاظم صدیقی، ببینید اینی که من اول عرایزم گفتم کاور دین رو میان میذارن ولی کنارش قتل میکنن، کنارش به یغما میبرن، همین کاظم صدیقی میگه که مردم این دنیا جای تناسایی نیست، عشرتکده نیست، رنج دنیا رو بخرید آسایش آخرت رو ببینید. چطور شما رنج دنیا رو نمیخرید؟ حوزه ازگل شما یا اون تفریگاه شما در شمال شرق تهران که چون من وقت برنامه محدود هست واقعا نمیرسم اینا رو بگم، اینها عشرتکده نیست؟ تو اونجا حتما نماز شب میخونید، ولی با چه پولی نماز شب میخونید؟ مگر کتبی که شماها خوندین و عامل نیستین؟ نداره روز عاشورا امام حسین گفتیش که شکماتون از بطون حرام پر شده؟ خب یقینا شماها هم همینجوری. خمس کاوره. مدرسه معصومیه در قم، جالب اینو من بگم، مدیر مدرسه کاظم صدیقی میگفت ما طلبه ها رو برای جهاد، برای جهادی بودن داریم تربیت میکنیم. آیه کاظم صدیقی، شما اون حوزه رو راه انداختی که طلبه جهادی تربیت کنی. تفکر، تفکر نواب صفوی، برید کتابش رو بخونید که میگه اگر، حالا چکیدش رو من عرض میکنم، میگه اگر یک مسلمانی یه نفر رو ببینه و عرضم حضورتون تشخیص بده که این مضر به دین هست، خب کشتنش واجبه. طلبه جهادی یعنی این، طلبه جهادی یعنی کیان پیرفلک رو به خاک و خون کشیدن. مدرسه چی فرمودین که کاظم صدیقی راه انداخته؟ مدرسه امام خمینی. حالا عرضم حضورتون که یه اسم مدرسه دیگه هم گفتین شما. این مدرسه معصومیه رو من گفتم. آه، مدرسه معصومیه، بله، معصومیه قم، بله بله، که یکی از لانه های مردم، اینو بدونید قومی های عزیز بدونید، که بلوار امین هست این مدرسه،
پشت مؤسسه مصباح یزدی. بدونید تو این مدرسه معصومیه خیلی از فجایع داره بار میاد علیه مردم مظلوم ایران. شما ریاست ارزم حضورتون که مدرسه معصومیه اولین حدود عرض میکنم سال 85-86 سمسامدین قوامی بود. تو قوامی رو ببینید سرچ کنین ببینید کیه، کسی که میگه هر مسجد ای بیت رهبری باید باشه، ما باید خودمون اون محله رو آروم کنیم، یعنی درست کنیم. بعدش اون ملکی اومد، ملکی رو برید ببینید کیه که مدیر کل یکی از سازمان حوزا و مدارس می خارج از کشور بود. عرضم حضورتون که حالا بنده تو رسانه ها اعلام می کنم پیرامون جامعه المصطفی که چجوری تشکیل شد و چگونه. خب بحث و شاخه شاخه نکن، مدرسه معصومیه چجوری ساخته، چجوری داره تنظیم. جامعه المصطفی رو میذاریم برای برنامه دیگری امیدوارم بشود. فعلا به داخل ایران بپردازیم. بله بفرمایید، درباره معصومیه. من پیرامون مدیرش، یکی از مدیراش که رفت معاونت تهذیب و حوزه رو گرفت، آقای ملکی داشتم میگفتم که ایشون یکی از مدیر کلای جامعه المصطفی سابق، یعنی سازمان حوزه و مدارس علمی خارج از کشور بود. دیدگاه ها دیدگاه های تروریستی، دیدگاه هاییه که اگر کسی منکر ولایت فقیه بشه، ولایت مطلقه فقیه بشه، یقینا خونش باید ریخته بشه. یا مدرسه کرمانی ها در خیابان ارم قم، اونا چجوری دارن تربیت میشن؟ شما فکر میکنین کی میاد با چه نونی با چه طرز تفکری اجازه به خودش میده دست روی مردم بلند کنه؟ مردمی که چیزی نمیخوان، میگن گرسنه نمونه، میگن هوا میخوایم، میگن آب خوردن میخوایم، که آیه صدیقی حوزه رو راه میندازه، یه حوزه راه میندازه و مدیر مدرسهش میگه ما طلبه های جهادی، یعنی از همین پول ها اینها داره تشکیل میشه. آیه خوشبیان، ما روحانیونی داریم در جمهوری اسلامی که به ثروتمندی شهرن، مثل هاشمی شاهرودی که یکی از زمینداران بزرگ ایران، خانواده شدمان هست، ما چه میدونم دیگه، حالا بود دیگه، صادق لاریجانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی و غیره، اینا آیا با همین خمس از مقلداشون یا سهم امام از مقلداشون به این ثروت رسیدن؟ چی میدونین درباره اینا و احیانا مراجع دیگر حکومت اسلامی از جمله رهبر جمهوری اسلامی درباره این خمس و این دریافتی ها و این ثروتی که اینا دارن از کجا آوردن اینو؟ بفرمایید جمع جورم بگین که برسم به سوالای دیگه، خواهش میکنم. اگر اجازه بفرمایید، من پیرامون چند تن از این مراجع حکومتی عرایزی رو تقدیم و حضور کنم، دیگه خود بینندگان عزیز، خود مردم ایران تصمیم بگیرن و اون قشری که مذهبی هستن و مقلدین اینها، نگاه کنید عزیزان، اینو بنده با توجه به اینکه 18 سال واقعا قلم زدم، تدریس کردم، درس خوندم، سخنرانی داشتم، اینو با این علم دارم عرض میکنم. تقدسگرایی، کسی که بخواد تقدس تو انسانهای معمولی بیاره، بدونید اولین جایگاه دیکتاتوریه. یه مقداری فکر کنید، مگر ما تو دین اسلام نداریم تفکر؟ مگه ما تفکر نداریم؟ حالا من اینا رو میگم، خودتون تصمیم بگیرید. ببینید پیروش من این روی سخنانم به سمت مذهبیایی که مقلدین این آقایون هستن. بحث آقای شاهرودی رو گفتید. خب آقای شاهرودی، شما زمینهای فلان رو گفتید، ایشون یکی از اقوام، من زمانی که در قم بودم یکی از اقوامشون خودشون اینو برای من نقل میکردن. حالا زمانی که مجلس عراق بودن، مجلس مباحثی رو که نقل میکنن، گفتم وقتی که ایران اومدن، ایشون واقعا یکی از اقوام نزدیکشون برای من نقل میکردن. گفتم وقتی ایران اومدن شرایط اجاره کردن خونه نداشتن. شخصی که خیابان معلم، میدون معلم قم، عزیزان برن دفترشو ببینن، عزیزان برن
حسینیه چندین میلیاردی و دعوت اشخاص مداهای لومپن، مداهایی که فقط ستایشگر علی خامنه، برن ببینن حسینیش چقدر هزینه شده. واقعا اینا از کجا اومده؟ این که ما میگیم از کجا اومده، حق ما ایرانی ها هست که بدونیم یک طلبه‌ای که اجاره خونه نداشته از کجا اینجور جریانات اومد. شفاف سازی کنید. خودش مرده باشه، اسدعلا آقازاده شون هستن، ایشون میان شفاف سازی کنن. یا بحث صادق لاریجانی رو گفتید شما. خب بحث آقای صادق لاریجانی، بعضی چیزها رو زمانی که ما درس میخونیم گفتن از هر من شمسه. از کجا میارن؟ از کجا میارن اینا؟ یعنی من خب مثالی زدم، مثلا ناصر مکارم شیرازی، بله، هم خودش هم پسراش، حالا من یکی از پسراش بیشتر مد نظرم، در تجارتی نیست که اینا نبوده باشند دیگه، به سلطان شکرم معروفه. هیچ، میخوام ببینم که این خمسی که میگیرن، یعنی مردم ساده دل و ساده لوحی که به اینا خمس میدن با این دوم کلفت گردن کلفتی که دارن، که حالا یکم تصاویرش دیدیم، یکم شما فرمودین، اینها از جمله خود خامنه ای به عنوان کسایی اصلا مولد خود خامنه ای ان. خامنه ای خمس از کجا و در ضمن خامنه ای رهبر سیاسی یک حکومت یک کشور به اصطلاح، این خمس چه معنی پیدا میکنه در پیوند با خامنه ای؟ شما که روحانی هست بودین میتونین بگین. بزرگوارید، نگاه کنید، من باز هم تکرار میکنم عرضم رو، پولی که به عنوان خمس گرفته میشه، یه مثال دیگه ای برای شما بگم. من عرضم حضورتون که خب اگه یادتون باشه آخر ماه مبارک رمضان ها که میشد، مخصوصا دهه 80 یا تا حدودی دهه 90، الان نمیدونم، یک صندوقچه ها رو میذاشتم، گفتم برای کمک به فلسطین، مردم غزه. خب واقعا تمام کمکی که به غزه میشد به اندازه همون پولی که مردم کمک میکردن، نه خب یقینا این نبود، اون کاوری بود. خمس جناب فلاحتی عزیز یه نوع کاوره. شما ببینید آقای مکارم شیرازی وقتی که عرضم حضورتون فلان کار رو برای فلان کارخونه دار میکنه، مگر سال 96 94 یا 96 بود اونجوری که من در ذهنم میاد، عرضم حضورتون که نامه محرمانه اساتید حوزه علمی قم به ناصر مکارم شیرازی بود که زمان محمود احمدی نژاد 150 میلیون دلار گرفته بود، گفتن آقا اینا رو بیاییم روشن کنید. ولی آقای ناصر مکارم شیرازی آخه بدتر نوارش در اومده بود، من اون زمان قم بودم، این مباحث روز فیضیه بود، مباحث روز طلبه ها بود. تو اون نوار آقای مکارم شیرازی خواهش تمنا میکنه که این مبحث رو سرپوش بذارن و به شما عرض کنم که آبروی دفترش تحت شعاع قرار نگیره. همین آقای مکارم شیرازی که چند اون زمان من ایران بودم، چندین سال قبل میگم مردم زیادم خوب نیست آدم مرغ بخوره گوش بخوره، بله بله، اینو فرمودید شما پیرامون سلطان شکر. بنده برای سخنرانی، حالا اسم اون شهر رو نمیبرم، که سربازان گمنام علی خامنه ای، بنده خدا اونا رو اذیت نکنه، به شما عرض کنم که خودشون اینو نقد میکردن، میگفتن ما از همین تو کار شکر و اینها بودن اون منطقه جنوب، میگفتن یک سری رفتیم دفتر مکارم که بابا زندگی ما رو شما نابود کردیم، خودشو که ندیدیم. اما یه کاری که کردن اون زمان گفت 50,000 تومان به ما دادن با یه قرآن، ما برگشتیم گفتیم حتما درست میشه. سری دوم رفتیم، مأمورهای نیرو انتظامی با کتک ما رو روندن. این همونیه که شماها اول انقلاب میگفتید، همونیه که روح الله خمینی میگفت فقرا رو
من به جایگاهشون میرسونم و این پولهایی که مثلا از فلان کارخونه دار نگاه کنید، بذارید من مسئله رو شفافتر کنم. شما اگه الان ببینید روی رژیم جمهوری اسلامی این سمینارها یا کنگره ها برای اشخاصی میذاره، این کنگره ها واقعا برای چیه؟ یه شخصی داشتن نماینده ولی فقیه بود، ایشون کسی که رابط بود خودش که از انگار طلبه های بند شاگردان بنده بود، خودش می آمد ایشون برای من نقل می کرد، می گفت برای فلانی که می خواستن کنگره بگیرن، زنده هم بود، می خواستن کنگره بگیرن، عرضم حضورتون که یکی اومد زمان ریاست قوه قضاییه که محمود شاهرودی داشت، عرضم حضورتون که ایشون اومد گفت زمینای من به این نحوه و به این نحوه، حالا کنگره چند ساعت دیگه میخواد برگزار بشه، اخلاق و سجایای آقا رو بگن. ایشون میگه همونجا گفت یه چه که نمیدونم چند صد میلیونی برای من بنویسید تا تماسی بگیرم مشکل شما حل بشه. کی گفت اینو؟ حالا چون من اگر بگم یه کدی دادم به دست چیز یعنی اگر نماینده اگر نماینده ولی فقیه هم بگین ممکنه که اون طرف لو بره. بسیار خوب. ببینید جونم، یعنی شما حساب کنید کنگره گرفته شده برای اخلاقیاتش که بشینن تدریس بیان شهر بدم، قبل کنگره خود همون آقا میگه یکی چند صد میلیونی بده تا من کارتو را بندازم. برای شما از خمس واقعا برای شما که باید روشن‌تر برای ما که روشنه، برای شما باید روشن‌تر باشه. آیا خوشبیان ببینین یه اشاره کردین که در حوزه علمیه دوره‌ای که اون نوار در اومده بود و که آیت الله مکارم التماس میکرد که این قضیه لو نره، فساد مالی یعنی اون صد و خورده میلیون دلاری که گرفته بود در دوره احمدی نژاد و هم و پخش شد دیگه، حالا در رسانه هم پخش شد از جمله در این برنامه. ببینید شما قوم بودین، میدانید که طلبه ها به هر حال اینا رو میشنیدن و در جریان قرار میگرفتن مثل خودتون. روحانیت به طور کلی همیشه خودشو واسطه دین و انسان معرفی کرده و بنابراین طبیعی است که میبینیم مخالفت با حکومت دینی با همه این فسادهایی که دیده شده و البته با توجه به استبداد به قول معروف نعلین که میگن، حالا سپاه هم کنار گوششه، طبیعتا جامعه به مخالفت با دین برکشیده میشه، این مخالفت با حکومت دینی. سوالم این است که آیا جنبش انقلابی زن زندگی آزادی رو در واقع شما بیان افول روحانیت میبینین؟ تردیدهایی به هر حال در حوزه علمی همونطور که شما میگین بین طلبه ها میفته وقتی که میبینن که مثلا مرجع تقلید گردن کلفت شیعیان جهان که دومش به دوم حکومت بسته آقای مکارم شیرازی همچنان هم فاسدیه. خب به هر حال تردید تو دل بعضی از طلبه ها میفته دیگه، اگر نیفته تعجب آوره. آیا این انقلاب بیان عرض کردم افول هم نقش روحانیت در جامعه و هم خود روحانیون به طور کلی بوده است و هست؟ مسلماً بله. من اگر اجازه بدین یک اصلاحیه کوچیک رو فرمایش شما بزنم، فرمودین استبداد نعلین، به دیکتاتور نعلین معروف هست حکومت رژیم جمهوری اسلامی. عرضم حضورتون که من تتمه ای از بحث قبل مونده بود که گفتین هاشمی شاهرودی، ناصر مکارم شیرازی، اینها از کجا هن؟ من گفتم بد نیست یک اشاره‌ای هم بکنم پیرامون آقای نوری همدانی. بله بله. آقای نوری همدانی خب عزیزان میشناسن ایشون رو، مواضع ضد زنشون رو، مواضع ضد حقوق بشرشون رو. برای من جالبه، من خواهش میکنم از بینندگان عزیز، خواهش میکنم برین سرچ کنین ببینین سن ایشون چند سالشون. ایشون یه بچه ای داره حدود 15 سال از خانوم دومش که اون زمانی که ایشون ازدواج کرد زیر 27-28 سال بود. خب اینا چجوری میشه مردم رو به دین، چون اسم آقای نوری همدانی اومد من دارم عرض میکنم، چجوری میشه مردم رو به دین معرفی کنن؟
و واسطه انسان با خدا باشن. من مفهوما عرض کردم تقدسگرایی عین دیکتاتوریه. آقا پشت سر فلان عالم حرف نزنید، اینجوری میشه. بحث پشت سر حرف زدن نیست، واقعیت رو باید بگیم، مردم چشمو باز بکنن، وگرنه کاری که روح الله خمینی کرد، آیه روح الله خمینی کرد سال 57 به قدرت رسید، دقیقاً همین حرفایی بود که بعضی از اقشار مذهبی ولو با رژیم جمهوری اسلامی نیستن همین حرفا رو دارن. حالا پرداختیم به انقلاب زن زندگی. بذارید قبل از اینکه وارد این موضوع بشین آقای خوشبیان، شما فرمودین که نوری حمیدانی ازدواج کرد، نمیدونم گفتین دوباره ازدواج کرد، گفتین زن دومشه یا زن سومشه، نمیدونم که اینا که حرم سرا دارن. به هر حال آقای آیت الله نوری حمیدانی 98 سالشه الان، یعنی متولد 1304 فروردین 1304، یعنی بالای 98 سال. خب چه اشکالی شما در این دیدین؟ نمیدونم چرا مطرح کردین، میشه خواهش میکنم بفرمایید دوباره. بزرگوارین، من گفتم یه اشاره‌ای بکنم به بحث، ببخشید این لفظ رو به کار میبرم، از محضر حضرت عالی و بینندگان عزیز معذرت میخوام، به اینی که اینقدر مسائل مبتلا بهی در جامعه هست و رژیم جمهوری اسلامی به حجاب چسبیده، به ناخون بچه ها مردم چسبیده. میخوام بگم اینها دیدگاهشون چه دیدگاهیه؟ دیدگاه جنسیه. همون جوری هم که من گفتم از انصاب و نواسب نقل کردم، حالا اصول کافی هم گفتم، به احتمال 99% اصول کافی هم این روایت ها رو نقل کرده، در مورد علی خامنه ای اشاره ای کردم. اینا دیدگاه های جنسی هست. بله. خیلی خطرناکه اینها. بله. خب داشتید درباره رابطه این انقلاب زن زندگی آزادی، همون سوالمو مشخص، آیا نهاد روحانیت در ادامه زن زندگی آزادی فرو می‌ریزد، هم به عنوان روحانیت هم نقش روحانی اون در جامعه؟ خب نگاه کنید، مشخص هم تا حالا تحلیل میدین هرچه، ولی مشخص چه نمونه هایی به تجربه خودتون میتونین بگین؟ خواهش میکنم. بله عرض میکنم. نگاه کنید، روحانیت ریزش خیلی داشته، روحانیت طرفدار رژیم. شما یه مقداری برگردیم به عقب، همین روحانیت اومدن مهر پر کردن به علی لاریجانی که مثلا اصولگرام یه جوری بود، انقلابی شیش آتیشه هم بودش، ولی اونا میگفتن ما طرفدارای مصباح هستیم. عرضم حضورتون که و شما فلانین، یه اونجوری که منابع بنده در ایران، خب شاگردانی داشتم و دارم، حالا البته دارم از طریق اینستاگرام از من سوالاتی میکنن، عرض میکنم دیگه بیشتر از این نمیتونم توضیح بدم چه منابعی، چون بنده خدا رو اذیت میکنن در ایران. به شما عرض کنم که همون طرفدارای شیش آتیشه هم افول کرد، حالا همشون نه، ولی اونایی که کمی مقداری وجدان توشون مونده. شما ببینید یه اشخاصی مثلا در قم مثل هادی خادم، غمکش رژیمه، مدعا هم هستش و فکرم حوزم یه مقداری خونده سوریه و اینا بوده. خب اینا دیگه وجدانی ندارن، اینا همون طرز تفکری دارن که حالا یا تغذیه مالی میشن هدف رژیم، من نمیدونم، ولی خب 100% ریزش داره و ریزش بیشتر خواهن کرد اگر مقداری وجدان داشته باشن. من زمانی که خب عمامه از سر برداشتم، جناب فلاحتی عزیز شما میدونید 18 سال شوخی نیست، من بعد از دانشگاه اومدم در حوزه و زحمات 18 سالم رو زمین گذاشتم. به چه علتی؟ به علتی این که یک زمانی اونجوری که خب بین طلبه ها مشهور بود، میگفتن میخواسته لوله کشی آب بشه،
لوله کشی آب بشه و به شما عرض کنم علمای اون زمان گفتن ما عمامه از سر بر میداریم چرا این آب لوله کشی غسل ما رو اشکال دار میکنه. من مفصلا حتی به منتقدین خودم اینو گفتم، منتقدین مذهبی، گفتن این کاری که تو کردی با سابقه بیت مرجعیت با فلان، از این حرفایی که گفتن عرضم حضورتون، گفتم واقعا خون مهسای امینی عزیز ما، خون کیان پیرفلک عزیز ما، خون محمد حسینی مظلوم ما اندازه لوله کشی آب واقعا قابل فکر نیست. آی طلبه‌ای که هنوز داری دفاع میکنی بدون دقیقا این جمله رو شاید روحانیت متوجه بشن، اجتهاد مقابل نصر رو تأیید میکنی، شما اینو یقین داشته باش. و اگر کوچکترین، اینو من به ضرس قاطع عرض میکنم و با توجه به استناد به خب دروسی که خوندم و عرض میکنم، کوچکترین وجدانی در وجودت داشته باشی باید مقابل علی خامنه‌ای وایسد. نگاه کنید، میگن حب شیء حب آثار شیء، این تیکه صحبت من رو به آخوندهاست، آخوندهای رژیم، طرفدار رژیم، حب شیء حب آثار شیء، آثار خامنه‌ای رو در فقر، فحشا، دزدی، دیگه چی میخواین ببینیم بیشتر از این؟ میگین دینتون در خطر قرار میگیره؟ من عرض کردم در صحبت‌های قبلیم، یقیناً بدون این بدتر از این نمیشه و وجوب داره مقابل همچین ظالمی ایستادن و یقیناً هم روحانیت باز هم ریزش دارن. حالا شاید مثل بنده اینقدر خب سینه چاک وسط نیان که عمامه برنشون، من ندیدم آقایونی که رسماً پشت دوربین اعلام براءت و اعلام انزجار کنن از روح الله خمینی. البته من این که میگم اعلام براءت و انزجار به ادله های علمی عرض میکنم، از علی خامنه‌ای اعلام انزجار و براءت بکنند ندیدم روحانی و عمامه از سر بردارن، حداقل پشت مردم وایس. مردم ما مظلومن، مردم ما فهمیدن، مردم ما صاحب تمدن هستن و الان در چنگال این ظالمین قرار گرفتن. بعضی ها شاید بگن که آقا مثلا شاید قدرتی، بدونید ما مأمور به وظیفه ایم، ما مأمور آقای طلبه، آقای مذهبی، ما مأمور به وظیفه ایم، نه مأمور به نتیجه. این به نظر من مکفی باشه این جوابی که بنده به حضرت عالی بدم. آقای خوشپایان، ما 3 دقیقه بیشتر وقت نداریم. سوالم این است که اشاره فرمودید به روحانیون اصلاح طلب، اصولگرا و اینها، آیا چه اختلافی یا اختلافهای اینا دارن؟ تو این 2-3 دقیقه اگر ممکنه توضیح بفرمایید. منظورم از نظر سیاسی نیست، منظورم این است که مثلا آیا می شود گفت مثلا روحانیون اصلاح طلب روحانیون آزادی خواهن، مثلا روحانیون اینجوری که خودشون معرفی میکنن، و روحانیون اصولگرا روحانیون مثلا استبداد خواهن، مثلا استبداد طلبن در تعریف من شما؟ من توی جمله عرض کنم جواب حضرت عالی، یک کلمه، به خاطر قدرته. دلیلش چیه؟ شرحش میدم. شما نگاه کنید، کسی که عمامه بالا سرش گذاشته، حالا چه اصلاح طلب چه اصولگرا، حتما این روایات رو خونده، این تحقیقات رو داشته که حکومت از دیدگاه شیعه هر قیامی غیر از قیام امام زمان جبت و تاقوته، حدیث معروف رایت. عرضم حضورتون که اصلاح طلب چی میگه؟ بذارید من حرف محمد رضا خاتمی رو بگم. میگه که الان چون اصلاح طلب خیلی قیافه حق به جانب گرفتن و میگن ما آباد میکنیم، آیه محمد رضا خاتمی میگه ما به انقلاب اعتقاد داریم، ولی چه انقلابی؟ انقلابی که رو آقای خمینی را، حتی ایشون امام میگم که بنده به هیچ عنوان برای ایشون قائل به امام نیستم، حتی ایشون امام در حد امام جماعت مسجدم ارزم حضورتون زیادی براشون بگیم،
عرضم حضورتون که آقای محمد رضا خاتمی میگه که ما به جمهوری آیونی که میگین اصلاح طلبا خوبن دیگه، محمد رضا خاتمی دیگه، از این داختر تو اصلاح طلبا نداریم. میگه ما به جمهوری اسلامی اعتقاد داریم، همون جمهوری اسلامی حضرت امام که در صحیفه نور میگه. صحیفه نور چی میگه؟ میگه بکشید، جلد 19 که مستقیما خمینی کفر بیان میکنه از دیدگاه شیعه و اجتهاد مقابل نص میکنه. خب خمینی، جمهوری اسلامی خمینی چی بود؟ دهه 60 مردم یادشون رفته اعدام ها رو؟ جمهوری اسلامی خمینی چی بود؟ جنگ ایران و عراق رو شما ریشه یابی کنید، زیاد خواهی های خمینی بود. جمهوری اسلامی خمینی چی بود که آقای محمد رضا خاتمی شما میگین اصلاح طلب، ما جمهوری اسلامی خمینی رو قبول داریم، غیر از این بود؟ شما میگین شیعه این کاظم شریعت مداری ها، سید محمد رضا شیرازی ها، سید محمد شیرازی ها، حالا سید محمد رضا که بعد از زمان خاتمی رو زمان خامنه ای خلاصه جریانات شد، غیر از این قتل و غارت ها بود؟ پس یقیناً هم اصلاح طلب مانند اصولگراست. و اون جناب خوشبایان، ما وقتمون برای این برنامه گذشت اصلا از تمام شدن. امیدوارم که در برنامه های آینده حالا با هم صحبت میکنیم، امیدوارم که در خدمتتون باز باشیم. شبتون بخیر. خب بریم پرده آخر. امام صادق میفرماید فقیه حاکم اذا حکم به حکمنا، وقتی بر اساس مبانی ما دستور داد، رد علیه رد علینا، کسی که حکم او رو رد کنه حکم ما رو رد کرد. رد علینا رد علی الله، هر کی حکم ما رو رد کنه حکم خدا رو رد کرده. و خب فی حد شرک بالله، دین ندارد. یه حدیث رو امام تو بلایت عربی هم آورده، مفصل توضیحش داره، بهش میگن مقبوله عمر بن حنظله، یکی از ادله اصلی بلایت عربی. میگه کسی که مقابل فقیه حاکم وایسه دین نداره. خدا رحمت کنه مرحوم عبدالله خوشبخت، ایشون یه روایت از کافی خوند، گفت ببین کسی که کتبن زبانن و عملن با فقیه حاکم مخالفت کنه فاسقه، و کارهایی که نکرده هم میشه بهش نسبت داد و جا در جامعه پخش. شب روزگار خوش.